پیوست ملاتړ له ځواکونو څخه د افغانستان د ټولو هوایی میدانونو د ادارې او مدیریت مسولیت د افغانستان حکومت ته انتقالیږي. دا چې د افغانستان حکومت به د دې توانایي ولري چې د هېواد ټول هوایی میدانونه به په ښه شکل سره کنټرول کړي او د یو تر څنګ د هوایی میدانونو د کنټرول لړۍ د بهرنیو ځواکونو دوام ده یا هم نور څه پیغام درلودلی شي او د یو تر څنګ د هېواد له هوایي میدانونو څخه ډېری وخت د قاچاقو د وړلو د راوړلو او په لویه سطحه اقتصادي مافیا او قاچاقبران ترېنه سوء استفاده کوي. د افغانستان حکومت به بیا د دې توانایي او د دې د کنټرول توانایي ولري او که به یې ونه لري نن په دې خپرونه کې بحث باندې کوو. سلامونه ونیکي قدرمندونکو، زه عصمت ترک یم او په دې خپرونه کې را سره ښاغلی جنرال اسدالله ندیم بحث کوي او د یو تر څنګ ستاسو نظریات او اړیکې به هم را سره وي. جنرال صاحب، تاسو ته تر هر څه لومړی ډېر ښه راغلاست وایو او بیا که له دې ځای نه بحث پیل کړو چې بهرنۍ ځواکونو ډېری یې وتلي دي چې څه وخت وړاندې شمیر 8600 ته رارسېدلی وو او ویل کېږي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یې شمیر تر 4000 پورې راورسېږي. یعنی دا مسؤلیتونه سپارل همدا پیغام لري چې بهرنۍ ځواکونه وځي او که نور څه. جنرال صاحب صدای ما را دارین؟ له بده مرغه جنرال صاحب فکر کوم زموږ غږ نه اوري. نو د یو تر څنګ قدرمندونکو، تاسو هم کولی شئ په همدې ارتباط باندې له موږ سره اړیکې ونیسیږي. جنرال صاحب بابکانی سره، جنرال صاحب که زما غږ اوري، نو زموږ پوښتنه په دې شکل باندې وه چې د دې مسؤلیتونو انتقال د افغانستان حکومت ته څه پیغام درلودی شي؟ جنرال صاحب صدای ما را میشنوین؟ بله، له بده مرغه چې فکر کوم جنرال صاحب زموږ غږ په ښه شکل باندې نه اوري او زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې اړیکه سمه کړي او تخنیکي ستونزې د هغه حل کړي. نو بیا هم موږ خپل بحث ته دوام ورکوو. دا چې ویل کېږي بهرني ځواکونه به له افغانستانه وځي او د هغه تر څنګ په راتلونکو څو میاشتو کې به یې شمیر حتی 4000 ته راکمیږي چې دا خپله د هغو شننو خلاف ده چې ویل کېږي ګواکې بهرنیان له افغانستانه نه وځي، یا هم هغه د سولې روانه پروسه یا په قطر کې چې کومه هوکړه سوې ده د هغوی خلاف عمل کوي. او بله خبره تر ټولو مهمه او اساسي مسله همدا ده، کله چې د افغانستان د هوایي میدانونو مسؤلیت د افغانستان حکومت ته لیږدول کېږي، یوه جدي پوښتنه همدا ده چې ایا دوی به د دې ظرفیت او توانایي ولري چې د افغانستان د هوایي میدانونو اداره او مدیریت په ښه شکل سره وکړای شي. ځکه هوایي میدانونه ډېری وخت بهر ته او بهرنیو هېوادونو ته د قاچاق او د نورو غیر قانوني کړنو څخه د استفادې لپاره هم کارول کېږي. نو فکر کوم جنرال صاحب بیا هم د سکایپ پر کرښه له موږ سره ده. جنرال صاحب که زما غږ اورې، نو د دې مسؤلیتونو انتقال د افغانستان حکومت ته څه پیغام لري؟ قوی و پیش افتن گرچه رادار که دو سال پیش و
گروه افغانی در میدان هوایی سپرده شد در میدان هوایی کابل ظرفیت بالایی ندارد و این رادار تقوی شود قوی تر از طریق میدان با باید کنترل فضای هم از در بخش نظامی و هم در بخش ملکی باید داشته باشیم چون که بعض رادارها استفاده این دوگانه دارند هم مسائل نظامی را و بخش ملکی را این کنترل می کنند باید ما با دارای رادار فراغ با دارد تاوی یک شفته باشیم و دیگر مسئله توسعه است و بخش سنت ترانسپورتی هوایی در افغانستان دست نخورده باقی مانده این سنت بخش توسعه نیافته ما چنان میبینیم دارات ملکی و ملکی دولتی و خصوصی اجازه پیش از رفت آمد در کارا ندارد باید دولت به این ارزه توجه کند و سنت دویست و سنت ترانسپورت هوایی را رشد بده این مثلا کارهای فاق را و برنامه های استراتیجی و سنجیده شود و در این مورد کارهای بیشتر صورت بگیرد و من فکر میکنم که در مسئله دلیه کنها بعضی پانزایی ها با حضر جمعه پانزایی سرحدی در بعضی از کامی های نظامی فعال است باید این ها در مورد درستی جمعه تقیی بودن بعضی تکنولوژی ها را وارد درست بسازن چون که ما میبینیم که میدان های هوایی اونجا مسئله رفت آمد مسافرین است، مسئله اموال است، اموال تجاره است و از هم مهمتر مسئله قاچاق است از طریق میدان های هوایی بعدا ما میبینیم گزارشکار دریافت شده که قاچاق بعدا صورت میگیرن از هم قاچاق مواد مخدر بلکه قاچاق انسان، قاچاق بعضی مواد دیگر، قاچاق اموال حقیقی با صورت میگیرن باید به این مورد کاملا افراد و زبده و مشترکی اونجا استخدام شود و همچنان تکنولوژی های مدرن امروز اختیار مسئولین میدان های هوایی باید گذاشته شود من فکر میکنم یک پیشرفت است یک دستاورد است و مسلح از این وظیفه کاملا موفقانه برای آمده میتونم جنرال صاحب کوم استاسو یادونه وکړه چې دی هوایی میدانونو دی ادارې او دی ښه کنټرول لپاره ځینو امکانات ته ضرورت ده او مسلکي کسانو ته ضرورت ده لکه څنګه چې تاسو رادارونو یادونه وکړه یعنی د افغانستان حکومت اوس همدا امکانات لري او که چېرته نه لري نو بهرانیان به له وتلو سره دا هر څه ورته وسپاري تقریبا 18-19 سال یک نوع خفلت انجام دادن چون که سیاستمدارهای افغانستان معمولا پوپولیست ها هستند و عوام‌گراست هستند در عرصه های مثلا که افکار عامه را به خود متوجه می سازند اونم به جندر و فوکوسن آزادی ها و جمهوریت اینا خود زیاد مشغول می سازند اما در زیر ساق ها وعده می دهند اما کار نشدند چنانچه ما در درسه برق می بینیم درسه ترانسپورت می بینیم و در حال حاضر بس ما ترانسپورت هوایی بخش هوایی است اینجا پلانگذاری یا برنامه ریزی استراتژیک صورت نگرفته و این اکثر کاملا توسعه نیافته دست نخورده است باید مسئولینی که به این مورد جدیدا استخدام میشن و یا مسئولیتهای جدید میگیرن باید برنامه هایی داشته باشند که در روی دولت تقدیم کنند روی دولت به این مورد توجه کنند البته یک مقدار بودجه کار داره یک مقدار وسایلی کار داره کار ساده ای نیست خصوصا میدان های هوایی افغانستان میدان های استاندارد بین المللی نیستن اینجا بسیار کمکاری وجود داره لازم است که در خود میدان تعمیر وسایل ساختارها سیستم تغییر پیدا کنن رشد کنن و نمیشه که این یک روز انجام داد اما در صورت ایرادی داشتونه موجود باشد برنامه ریزی شود این در ظرف سالهای آینده ممکن است و مثلا بودجه البته تامین بودجه از منابع ملی تا حدی مشکل است اما میدان های هوایی بخش سنت ترانسپورت هوایی قواعد خود دارد و طوری سنجیده شود که یک بخش از قواعد همیشه در بازسازی و در توسعه میدان های هوایی باید مصرف شود جنرال صاحب تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د هوایي ترانسپورت صنعت
په برخه کې ډیره پانګونه نه ده سوې او ډیر کار نه ده ورسره. یعنی علت یې دا بولي چې مسؤلیت اداره او مدیریت یې له بهرنیانو سره و په همدې علت باندې کار ورته نه ده سوی، او که نه په ټوله کې حکومت لکه څرنګه تاسو په لومړیو کې یادونه وکړه چې د افغانستان سیاستوال ډېری پوپلستان یا همداسې دي او داسې کړنې ترسره کوي چې خلک په اصطلاح ښه ورته ووایي او ډېر خلک یې هرکلی وکړي، نو په همدې خاطر چې په دې طرف کې ممکن په دې برخه کې ممکن د خلکو هرکلی کم واوسي، په همدې خاطر یې توجه او پاملرنه نه ده ورته کړې. دلیل همدی چې بخش پروشت همیشه خارجی ها به صورت که رهبری دولت امنیت و اراده رو داشته باشن که در بعضی موارد اینا کنترل داشته باشن و یا برنامه ریزی کنن، من فکر نمی کنم اینا خارجی ها دست از اینا رو بگیرن. اما عدم توجه رهبری دولت در توسعه این بخش سبب شده که این بخش از توسعه باز کنن، از رشد باز کنن. ما چنان که میبینیم در حقیقت بخش ترانسپورت هوایی بخش کاملا عقب مانده و مستلزم بعض بازسازی دارد، توسعه دارد، رشد دارد. در این مورد باید جدیدن فکر شود، برنامه ریزی شود و بودجه لازم در این مورد از منابع جستجو شود. در غیر از اون عرصه ما میبینیم همچنان عقب مانده میماند، چنان که ما میبینیم مثلا ترانزیت یا انتقال اموال تجاره خصوصا میوه های تازه از پارسال آغاز شده بود، اما این سال این به رکود مواجه شده، 40% و یا بعضی ها میگن 60% کاهش یافته. در این چیز که ما در بخش سرعت ترانسپورت هوایی سرمایه‌گذاری نکردیم و به سبب ترانسپورت های خارجی سیم اونا با بهانه های مختلف از جمله شوی کرونا قیمت ها رو بالا بردن. تولید ما میبینیم معلومات دارم بعضی شرکت هایی که به این مورد سهیم هستن قیمت ها رو دو چند بالا بردن. این و منطقه تولید کننده های افغان نیست، به منطقه دولت افغانستان نیست. بنابراین بهتر است که دولت افغانستان در این زمینه کاملا برنامه ریزی استراتژی داشته باشه که در آینده ما باید خودکفا باشیم، باید برنامه خود داشته باشیم، از اون جمله در انتقالات، در انتقالات مسافری، در انتقالات اموال تجارت و همچنان کنترل درست از میدان های هوایی که در اینجا مثلا زمین فساد ماهی و نشه، قاچاق مواد مخدر و دیگر اموال دیگر صورت نگیره. ما در رو میبینیم یک بخش که من گفتم، بخش دیگه که باید در این مورد توجه شدن مثلا اصلاحات است، مبارزه با فساد است و در قرار شکلها فساد در میدان هوایی پیدا میکنند. ما در رسانه های اجتماعی بارها دیدیم و در بعضی رسانه های خارجی تا این نشن پیدا کرد کسایی مسئولین که در میدان هوایی سمت و سمت مور خارجی یا مور دوبهی نمیزنن و بحانه از اینکه تو من ممنوع خروج هستی یا ممنوع ورود هستی و به این بحانه ها پول میگرن یا به بحانه های دیگر اصلاح میشه که از افغانستان توریسم فرار کنند یا احمدون و حتی یک بار سفر به خارج میرن دوباره یعنی دل برگشت به افغانستان نداشته باشن. و این در زمین های عوارید مالی میدان هوایی و تاثیر منفی دارد و مبارزه با فساد یک از عوامل عمده رشد عایدات صنعت ترانسپورت هوایی است. باید در این مورد توجه صورت بگیره، مبارزه صورت بگیره. هر برگاه آمرین یا رسای فاسد اعلام میشد مقرر شده استخدام شدن اینا باید ترویج شود. مسئله در استخدام در مسئله سمتی، زبانی، قومی یا بعضا مذهبی یا خانوادگی مطرح نباشد و در بعض جاتیده شده که دیده شده که کسی بوده تقیم شده در یک بخش از فرماندارات فقط از خانواده خود آورده چرا سبا قوم سمت و بلغت خود نوان بخش در سنت ترانسپورت هوایی یک بخش بسیار مهم اقتصاد افغانستان است، ساختارهای افغانستان است. به این مورد توجه ممزور داشته شود و سر رهبری افغانستان در برنامه کاهش بیافزاید که باید به این مورد تدابیر استراتژیک سنجیده شود. جنرال صاحب تاسو یادونه وکړه چې د هوایي ترانسپورت د صنعت برخه کې باید د افغانستان حکومت پانګونه کړې وای په داسې حال کې چې نه یې ده کړې، او تاسو لامل هم دا ونه ښودل چې هلته بهرنیانو سره اداره او مدیریت په همدې خاطر باندې دا کار ونه شو، بلکې
په خپل د افغانستان حکومت ورته توجه او پاملرنه نکوله. نو اوس څومره اراده دي دی به حکومت ولري چې په همدې برخه کې پانګونه وکړي؟ او دغه ترڅنګ په داسې حال کې چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان له اقتصادي لحاظه هم ډېرې زیاتې مرستې ورسره وسوي او په هغه وخت کې ورسره هلته پانګونه ونهسوه، په داسې حال کې چې اوس د افغانستان حکومت له اقتصادي ستونزو سره هم مخ ده. یعنی اوس څومره ډاډمن یاست چې حکومت به دې برخې ته توجه وکړي او هلته به پانګونه وکړي؟ حکومت مسئولیت حکومت است که در این بخش یک بخش عمده اقتصاد افغانستان است، یک بخش عمده از زندگی افغانستان است، چون افغانها در خارج رفت آمد می کنند. خارجی ها اگر مقال مثل سل است دمی امنیت شود، توریزم مثل توریزم باید توجه شود روش کنند. یک منبع آیدادی فوقلاد سرشار بزرگ افغانستان صنعت ترانسپورت هوایی است و اگر سل اگر خواست خلا باشد تنه شود به این بخش توجه بیشتر صورت بگیرد، این بخش در حقیقت فعالتر می شود، مسیر کاملا جدید قرار بگیرد. اتحاد افغانستان مکلفیت دارد که در این مورد برنامه ریزی کند و مسائل پروژه ایشان از منابعی که اونا به اختیار دارند بسنجد، حتی از طریق دولت کمک های خارجی، چون زمانی که یک برنامه خصوصا برنامه توسعه‌ای و هم که ارتباط داره با رفت و آمد جهانیان صورت ترانسپورت هوایی، به این مورد اگر برنامه درستی ریخته شود منابع و تمویل کننده حاضر میشن که فعالیت و طلبانه در این مورد کمک کنند، به صورت که ما برنامه یا پلان دستاشته خود داشته باشیم که پلان برنامه ما با کدام سمت و با کدام معیار و با کدام حجم است. ما تا امروز متاسفانه دولت به این مورد واقعه برنامه است، برنامه ندارد دارد توسعه صنعت ترانسپورت هوایی و این در حقیقت یک ضعف روی دولت است، ضعف برنامه ریزی است. بنابراین به این مورد یک فکر تازه، فکر جدید برای انداخته شود که این عرصه کاملا فعال شود. این عرصه ایست که در افغانستان آیب میارد، در افغانستان نام میارد، در افغانستان نشان میآورد، در افغانستان توسعه میارد، چون که یک از راه جنرال صاحب تاسو یادونه وکړه چې هوایي ترانسپورت د هیواد لپاره یوه ډېره مهمه اقتصادي منبع کېدای سي، په داسې حال کې چې حکومت او په ځانګړې توګه په دې وروستیو کلونو کې ولسمشر غني ډېری په هغو څه باندې کار کوي چې افغانستان په اقتصادي لحاظ بنسټیزې پروژې پکې عملي کړي او په اقتصادي لحاظ خود کفایي ته ورسېږي. نو دې برخې ته د حکومت پام نه و چې دا دومره مهمه برخه ده د هېواد د اقتصاد د خود کفایي لپاره، او که څه علت و چې په همدې برخه باندې تر اوسه پورې هېڅ کار ونه شو؟ یعنی بې توجهي، تاسو یادونه وکړه، د بې توجهي او د نه پاملرنې علت څه کېدای سي؟ از این بود در سیاست نگاه میکنند. مثال مسئله که من خبنم یاد کردم بسیار زیاد اسماری افزایی صورت میگرد، اما در شاهراه ها اینا توجه کم نشان میدن. باز بزی که آقای اشرف غنی تجربه کاری در نهاد فوق‌العاده بزرگ مالی جاری را دارد، یعنی تشکیلات فوق‌العاده عالی در این مورد دارد و ممکن تجربه کاری هم قبلا داشته باشد، اما در این مورد فقط به جز هر تا امروز ما در عمل نیامدیم. مثلا برق است، ترانسپورت راه هاست، ترانزیت است، بسیار حرف زده شده، اما ما عملا در این مورد شاهد توسعه بزرگ در این راستا بودیم، از اون جمله در عرصه ترانسپورت به صورت ترانسپورت هوایی، چون که اینا به این عرصه توجه نکردن. اگر عرصه که باید توجه میشد امروز ما در جایگاه دیگری قرار داشتیم، یعنی جایگاه بهتری باید میداشتیم. متاسفانه این بخش عقب مانده است، دست نخورده است و هنوز هم ما نباید این بخش را نباید فراموش کنیم، نباید فراموش کنیم. با خروج در صورت که خروج کامل صورت بگیرد، این کنترل این بخش کاملا در اختیار پای مسلح قرار بگیرد. مسئله امنیتش بسیار مهم است، مسئله ساختارها بسیار مهم است.
وسایل تکنولوژی بسیار مهم است، از جمله رادارهای بسیار قوی که و ما بتوانیم کنترل کامل فضای خود هم از نگاه نظامی از نگاه ملکی داشته باشیم، یک بخش آیداتی چون ما میبینیم جنرال صاحب که یو بله مهم پښتنه تام اشاره وکړو ځکه چې د خبرونو وخت مو پای ته رسیدلی ده. هو په بکنی سره کزمان ګور، یعنی فساد یادونه تاسو مخکې وکړله په دې خاطر باندې چې د خبرونو وخت پای ته رسیدل او د وروستۍ پښتنه په توګه غواړم په لنډ ټکو کې ځواب راکړي. نو د فساد یادونه تاسو مخکې وکړله کله چې له بهرنیانو څخه دا مسؤلیت افغانستان حکومت ته لیږدول کېږي، ستاسو په نظر د فساد او هلته د جرایمو کچه، د قاچاق او د نورو سو استفادو کچه به لوړه سي او که به ټیټه سي که په لنډ ټکو راته ووایي چې د خبرونو وخت پای ته رسیدل؟ کاملا بنیت قدری تعلق دارد. اگر استخدام ها به اساس شایسته سالاری به اساس ظرفیت صورت بگیره بوجه مسئله تقسیم منابع نباشد، مسئله راوبندگیری نباشد، ما مطمئن هستیم که افغان ها یکی از برازندترین مردم های دنیا هستند، میتوانند که در این عرصه هم از خود یک سابقه کاری را تجربه کاری را به نمایش بگذارند که در حقیقت جهانیان مفقود شاینه اونجا اصلاحات بیارم، مخصوص در مبارزه با اره فساد، چون که مکان های هوایی یک بخش از سرحد است، اونجا فساد هست، نمان کسی از این امکان کنم فساد و اوج خود است و همیشه از طریق رسانه ها حتی دست کرده و بیان میشن. این کاملا بنیاد تعلق دارد. اگر افراد پاک نفس، افراد شایسته و تن پرست استخدام شود، کاملا اونجا فساد تغییر میکنه، وضعیت تغییر میکنه، از یک طرف ما میکرو میسازیم و از طرف دیگه آیین دولتی افزایش کردیم، کاملا در افغانستان است. ډېره مننه جنرال صاحب. قهرمندونکو، د نن خبره تر همدې ځایه وه. تر بیا ښه وخت کې چاره.